در این ویدیو با محیط ظاهری برنامه راینو آشنا میشید. در قسمت بالا منوها رو داریم ما که دستورات مختلف در منوهای متفاوت با نامگذاری مشخص دسته‌بندی شدن. در قسمت پایین‌تر ما بخش کامند ها رو داریم که کامند هیستوری قسمت بالا و این قسمت هم کامند پرامپت هست که در اینجا دستوری که به صورت جاری فعال میشه نمایش داده میشه و این بخش خیلی بخش مهمی هست. ما برای گاهی اوقات برای وارد کردن اطلاعات، اعداد و همچنین انتخاب بعضی آپشن ها، گزینه ها باید در بخش کامند پرامپت مراجعه کنیم و گزینه هایی رو انتخاب کنیم یا عددی رو وارد بکنیم. در واقع این بخش بخشی که مغز برنامه هستش، بخش تمام محاسبات برنامه در اینجا انجام میشه. در قسمت پایین تر تولبار رو داریم که ابزارهای پرکاربرد با دستبندی مختلف در تب های مختلف وجود دارند. البته اینا خب به صورت پیشفرض یک سری دستورات پرکاربرد اول دیده میشه و زیر مجموعه هایی هم دارن که با نگه داشتن کلیک روشون میبینید که دستورات دیگه ای هم ظاهر میشه. در سمت چپ ما سایدبار رو داریم که تولبار هایی هستش که با توجه به تبی که در قسمت بالا ما فعال میکنیم، این قسمت متغیر تغییر میکنه و یک سری ابزارهای بیشتر رو در دسترسمون قرار میده. در سمت راست برنامه ما یک سری پنل ها رو داریم که مهمترین اونها پنل لیر هست که در این قسمت ما میتونیم کارهامون رو در لایه‌های مختلف دسته‌بندی بکنیم و مدیریت بکنیم محیط کار رو و آبجکت هایی که داریم رو. در قسمت وسط برنامه ویوپورت ها رو داریم که به 4 قسمت به صورت پیشفرض تقسیم شده. یکی از ویوپورت ها که در واقع پرسپکتیو هست که به صورت 3D وجود داره که در واقع در این قسمت میتونیم اشکالی که ایجاد میکنیم، آبجکت هایی که ایجاد میکنیم رو به صورت 3D 3D ببینیم. در قسمت سمت چپ بالا تاپ هست، دیدگاه تاپ هستش. اگه توجه کنید در بالا گوشه هر تصویر، هر ویوپورت ما یک نواری رو داریم که در واقع ویوپورت تایتل هست اسمش و اسم اون دیدگاه رو نوشته. در قسمت پایین فرونت که آبجکت رو از دیدگاه فرونت نشون میده و راست. حالا چطوری ما میتونیم این آبجکت ویوپورت رو بزرگتر بکنیم و تمام صفحه کنیم؟ تنها کافیه که ما با دبل کلیک کردن روی هر کدوم از ویوپورت تایتل ها اون ویوپورت رو بزرگ کنیم یا دوباره کوچیک کنیم به 4 تا صفحه پیشفرضمون برگردیم. همچنین میتونیم ما در حالی که اگر ماکسیمایز هستش، تمام صفحه هستش کار، در قسمت پایین ما در واقع ویوپورت تب رو داریم که با کلیک رو هر کدوم میتونیم ما بین دیدگاه ها جا به جا بشیم. و در نهایت در قسمت پایین تر هم ما استاتوس بار رو داریم که
یک سری ابزارات و امکانات بیشتری به ما میده که جلوتر باهاش آشنا خواهیم شد.